گسترش ویروس کرونا در جهان همه جهان را به یک شوک برده است. اما در حال حاضر افغانستان به عنوان یکی از کشورهایی که در حال رشد است، نیاز به همکاری و همچنان خدمات اولیه بیشتری دارد. اما این بخش و بخشهایی که خدمات اولیه و حیاتی را برای مردم فراهم میکنند بیشتر تأثیر پذیر بودند از ویروس کرونا. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، و از ایشان خواهیم پرسید که چه تأثیر روی وضعیت کار آبرسانی در افغانستان ویروس کرونا داشته و برنامه های بعدی به خاطر کنترل و بحران در این بخش چه خواهد بود. سلام به شما جناب یلانی، بسیار زیاد شکر زیک فرصت گذاشتین. در ابتدا اگر وضعیت با بیننده ها شریک بسازین که آبرسانی در چه وضعیت است، آیا کار به گونه عادی است و یا نه خیلی تغییر کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام دارم خدمت شما و بیننده بسیار ارجمند شما. سپاس که فرصت برای ما میسر کردین تا بتونیم از این دریچه موارد گفتگو با مردم شریف خود شویم و مشکلاتی که به خاطر ویروس کرونا امروز دامنگیر اداره ابرسانی افغانستان است و تمام جهان خدمت شما داشته باشیم. در ابتدا پیش از همگی ما میخوایم که از خداوند تقاضا بکنیم، از خداوند بخوایم که الهی مردم شریف مملکت بیچاره را از شر از ویروس انشاءالله که نجات بدهد. در قسمت سوال شما، اداره ابرسانی افغانستان شما خوب میفهمید که یک شرکت خدماتی است و بنابر الزامیت وضعیت و موضوع هرگز ما باورمند برای قطع یا کمبود خدمات نداریم، چون یکی از ضروریات بسیار زیاد مهم در همین فصل و همین مشکلات موجودیت آب هست و ما متعهد هستیم که با تا آخرین امکاناتی که در دسترس داریم و امکاناتی که در اداره ما وجود داره در خدمت تمام مردم افغانستان به خصوص شهروندان عزیزی که از خدمات آبرسانی افغانستان بهره مند میشوند ما قرار داشته باشیم. درست. اما خوب بحث کرونا متاسفانه که در این اواخر بعد از اینکه اولین رویداد در ولایت هرات ثبت شد و بعدا شهر هرات که یکی از جمله شهرهای بزرگ خدماتی ما هست او به طرف قرنطینه رفت و در ادامه شهرهای دیگر، متاسفانه یک تاثیرات بسیار زیاد منفی در جمع‌آوری عواید آبرسانی یا جمع‌آوری محصول صرفی آب متاسفانه به میان آورد که تانسته از بود اقتصادی شرکت آبرسانی را بسیار زیاد متضرر و به طرف مشکلات‌های بعدی سوق بدهد. چقدر از لحاظ درصدی کاهش آمده در میزان درآمدهای شرکت آبرسانی و اگر بپردازیم که مشخصا در کدام ولایت‌های افغانستان؟ خب شما بهتر میفهمید که کلانترین زون یا ولایت شهری که آبرسانی افغانستان در اونجا خدمات داره اولا شهر کابل هست و در ادامه شهر هرات است. ما متاسفانه اگر مقایسه بکنیم با برج قبلی یا با ماه هود، میزان در جمع‌آوری مصارفات یا صرفی آب که ما از مشترکین عزیز خود در ولایت هرات داشتیم متاسفانه در دوران قرنطینه 6% بودش، یعنی 6% ما جمع‌آوری عواید داشتیم و 94% کمبود داشتیم. در شهر کابل 42% جمع‌آوری داشتیم، 58% کمبود داشتیم. یعنی اینو شهرهای بزرگ است. همونطور در ولایت نیمروز، در ولایت قندار تاثیرات بسیار زیاد منفی مونده. در مجموع ما در امی ما در مقابل 100% جمع‌آوری عواید که ایر اگر ما با ماه قبلی این فیصدی را ما در نظر بگیریم، ما تانستیم فقط 37% عواید جمع بکنیم که این 37% حتی معاشات پرسنل ما را هم در موارد پوره کرده نمیتونه. خب در این صورت اگر مردم همکاری نکنند با شرکت آبرسانی، آیا شما ظرفیت خدمت رسانی و یا توزیع آب به گونه دراز مدت خواهید داشت؟ برای شما بهتر معلوم است که اداره آبرسانی از عواید خود، تمام شرکت ها در مجموع شرکت آبرسانی هم باید از عواید که از درک صرفی آب از مشترکین عزیز جمع‌آوری میکنه پس برای از اونها خدمات بکنه. ما ماهانه بیش از صدها میلیون افغانی را ما برای برشنای افغانستان باید بپردازیم، ما باید به صدها هزار لیتر دیزل، روغنیات، اینا رو ما باید خریداری کنیم، مصرف کنیم، پمپ و دیگه موارد تکنیکی که هش سرجایش، معاشات بیش از 1500 پرسنل در کل افغانستان ما باید بپردازیم از عواید همین شرکت و از جمع‌آوری همین صرفی آب.
به یقین اگر وضعیت به همین حالت دوام بکنه و مردم شریف ما همکاری نکنن، ما درک میکنم که وضعیت اقتصادی مردم و بیکار شدن به خاطر محدودیت قرنطینه که امر حتمی است و ما تشکر میکنم از حکومت و از مسئولین که این را عملی ساختن و خوشبختانه که شما میبینیم که نسبت به اکثر دنیا ممالک دنیا ما در وضعیت بهتر قرار داریم و این همگی از برکت تصمیم جدی دولت افغانستان و به موقع دولت افغانستان بوده است. اما خوب اگر فرایند به این شکل ادامه پیدا بکنه و مردم حمایت نکنن و پول صرفی آب ندن، به احتمال زیاد که ما در طولانی مدت نمیتونیم خدمات بکنیم. شاید آنچه که ما تانستیم اندوختیم در میقدر وقت برای حالتهای خاص اضطراری بتونیم تا یک ماه آینده از بودجه به اصطلاح صفر شده شرکت آبرسانی یا 1.5 ماه آینده خدمات بکنیم. به این خاطر ادامه خدمات ما مستلزم حمایت جدی شهروندای عزیز ما و مردم شریف افغانستان است. درست. جناب یلانی، در مجموع به چه تعداد از شهروندان افغانستان شما خدمات ارائه میکنین و در کنارش اگر به رقم بگویید که در یک ماه شرکت آبرسانی چقدر درآمد داره و در حال حاضر که گفتین ما تنها 37% تونستیم جمع آوری کنیم، به چه رقم میرسه؟ خب در مجموع ما در ولایت افغانستان، حالا در چون اداره آبرسانی در حال انکشاف است، شما میفهمید که ما در قبل فقط تا سال 94 در 14 ولایت افغانستان، در 17 ولایت افغانستان فقط حضور فیزیکی داشتیم. حالا از تعداد مشترکین 1000 مشتری شروع تا به 60000 و 50000 و 70000 که در ولایت هرات و کابل داریم. اداره رو به انکشاف است و خدمات آبرسانی یک خدمت طولانی است و این باید به صورت دوامدار رویش کار شود و این بتونه ما جمع‌آوری بکنیم. در حال حاضر ما بیش از در حدود 300000 مشتری در شهرهای مختلف افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم داریم که اینا از خدمات آبرسانی افغانستان بهره مند میشوند. 300000 فامیل به صورت به استثنای پوانتونا و ادارات نظامی و اینا ملکی. اما خب اگر ما به ارقام بیایم، به گونه مثال نسبت به 14 میلیون افغانی که ما در یک ماه آینده یا در یک ماه گذشته در هرات به حالت نرمال ما جمع آوری کردیم، ما فقط تونستیم در هرات 802000 افغانی را جمع آوری بکنیم. به همین خاطر من به خدمت شما گفتم که 6% میشه. در کابل که ما 12 میلیون در حدود 13 میلیون افغانی در یک ماه جمع آوری داشتیم و طبق پلان مالی ما بوده است، ما فقط تونستیم 5 میلیون افغانی در کابل جمع آوری بکنیم و این دلایلش که شهرها رو به طرف قرنطینه رفت، مردم به طرف قرنطینه رفتن و نتونستن که برن به موقعش پیسی آب پرداخت بکنن. امیدوار هستم که مردم به یک میکانیزم آسانتر را انتخاب بکنن رای حل و ما هم الترنتیف های مختلف برای مردم پیشنهاد کردیم. امیدوار هستم که حمایت بکنن تا بتونیم که پیسر به خاطر تداوم خدمات برای خودشان ما جمع‌آوری بکنیم و پس بتونیم برای از اونها ادامه خدمات بکنیم. درست. جناب یلانی، مسئولان شرکت برشنا هم گفتن که اونها از حکومت خواهان قرضه شدن. در صورتی که شما اشاره کردین وضعیت به گونه مطلوب نیست و مردم هم مشکلات جدی دارن، گزینه بعدی چی است؟ خب ما گزینه‌های مختلف روی میز داریم. ای که شاید در قدمه بعدی اگر وضعیت به همین حالت دوام بکنه، با در نظر داشت از این که ما وضعیت اقتصادی مملکت ما در مجموع دولت افغانستان برای ما و شما معلوم است، برای همه کارمندان و مسئولین دولتی وضعیت اقتصادی مملکت قابل درک است. ما متاسفانه در حالت نرمال نیستیم. در کشوری که در جنگ و پسا جنگ ما در اون مواجه هستیم، زیر ساختا و زیر بنا هم متاسفانه آسیب دیدن، این حرفایش سر جا. اما خب ما گزینه های مختلف سرمیز داریم. یک گزینه ای که شاید ما از همکارای خود خواهش بکنیم که کسایی که معاشات از اونها یک مقدار بلندتر است، اونها رو بتونیم 50% ما در ماهای آینده پرداخت بکنیم تا بتونیم تداوم خدمات بکنیم. گزینه اول اگر قرنطین به صورت جدیترش و خدای نخواسته وضعیت به طرف بحرانی تر شدن برود. گزینه بعدی این که شرکت برشنا شما اشاره کردیم که اونا خواستن که از حکومت قرضه بگیرن، به یقین که ما باورمند هستم وقتی که ما راپورا و وضعیت در خدمت رهبری حکومت گرچه تقدیم کردیم و اونا به جریان مشکلات ما هستن، چون میفهمن که شرکت ها فلسفهش جمع‌آوری عواید و ایرای خدمات است. اگر ضرورت شوه که ما بیشتر برای از این نزدیک شویم و مشکلات بیشتر داشته باشیم، به یقین که ما هم پیشنهاد خواهد کردیم که با
به صورت قرضه یا از طرف حکومت افغانستان یا از طرف جوامع بین المللی به صورت قرضه بتونیم خدمات بکنیم برای مردم. اما ما باورمند هستم که امیدوار هستم که که در آینده به این وضعیت اقدرم وخیم و بحرانی تر نشود و مردم افغانستان ما را حمایت بکنن، آسان تر خواهد بود، چون اگر اونا حالا پیسی آبر ندن سر خودشان قرض زیاد میشه، مقدار پیسه زیاد شده میره و اونا مصرف کرده میرن، در آینده خودشان با مشکل و چالش میمونن. امیدوار هستم که وضعیت خوب شوه و مردم هم بتونن حمایت بکنن. گزینه‌های مختلف مدیریتی با خاطر تداوم و خدمات همونطور که گفتم، ما باورمند و متعهد هستیم که تا آخرین افغانیه که در توان خود داشته باشیم برای مردم افغانستان مصرف خواهد کردیم و برای از اون آبروان خواهد کردیم. خب آیا ساحه سبز یا ساحه سرخ پیش شما وجود داره که در صورت وخیم شدن وضعیت و پرداخت نشدن پول شرکت شما ممکن است که یک بخشی از کابل و یا هرات و یا هر بخشی از افغانستان آبرسانی با مشکل روبرو شود؟ یک امر حتمی است. شما میفهمید که اگر خدای نخواسته وضعیت با حالتی باشد که نه مردم حمایت بکنن و نه ما دیگه در حساب و در امکانات خود داشته باشیم که او را پول روغنیات و مصارفات بکنیم، با گزینه‌های مختلفی خواهد رفتیم که اونا همگی به خاطر بهبود تداوم خدمات خواهد بود. اما بر پیش ما در تمام افغانستان، تمام شهرهای افغانستان، هر کسی که از شرکت آبرسانی استفاده میکنه، مینویس مشتری ما، مینویس شهروند ما، یک حق داره به گردن ما و هرگز ما به پیش ما مناطق سبز و سرخ وجود نداره. تا یک افغانی در توان داشته باشیم برای تمام مردم افغانستان خدمات خواهد کردیم و چندین بار ما از طریق رسانه‌های جمعی و از طریق مطبوعات خدمتشان گفتیم که اگر آبرسانی را حمایت نکنن، یعنی پیسی خود تحویل نکنن، آنچه که مثل که میرن از بازار برای خود نان میخرن، اونا آبرن از شرکت آبرسانی میخرن، اگر او را تحویل نکنن مطمئنن که در آینده ای توانایی در وجود هیچ کشور نخواهد بود که در مقابل قیمت هیچ بتونه ارائه خدمات با این وضعیت بسیار زیاد مشکلات بکنه. اگر بپردازیم به بحث بدهکارایتان، چند شرکت داخلی و یا دولتی و غیر دولتی از شما بدهکار هستند و مقدارش به چه پیمانه میرسه و تعهد از اونا به خاطر پرداخت از این پول برای شما چی است؟ خب موضوع بسیار خوب شما اشاره کردیم. ما در حال حاضر از 63 ارگان دولتی، حالا وزارت ها که در مجموع در کابل می باشند، اگر ما در سطح ادارات مرکزی شان یاد بکنیم و یا ولایتی، از 63 نهاد دولتی ما طلبات داریم که در حدود 380 تا 400 میلیون افغانی تن و عضی ادارات میشه. چون متشکر میکنم از اداراتی که قبلا همکاری کردن، یک قسمتی از مغروضیت ها وزارت محترم حج و اوقاف در سال گذشته پرداخت کردن، از اونا زیاد طلبات هست و از دیگه ادارات. امیدوار هستیم که با این فرصت که اگر مردم کمتر میرسن برای تحویل کردن پول یا مشکلات اقتصادی دارن، امیدوار هستیم که ادارات دولتی لطف کنن همین پیسه رو بپردازن که تا ما بتونیم تداوم خدمات بکنیم. اگر ما بتونیم که همین طلبات را از ادارات دولتی بگیریم که روند گفتگوها بسیار زیاد جدی شروع شده، فردا ما انشالله همراه وزارت محترم حج و اوقاف مجلس داریم که با اونا ببینیم که از اونا بخوایم پیسه رو تحویل بکنن و دیگه ادارات و وزارت محترم مالیه هم برای ما قبلا وعده کردن که از حساب ادارات مغروضیت‌هایشان، یعنی طلبات آبرسانی را کت میکنن و به انتقال میدن به اداره آبرسانی. این خودش هم یک گزینه بسیار خوب است که متضمن ارائه خدمات و تداوم خدمات ماست. در کنارش از مشترکین خودم ما در حدود 1.5 میلیارد افغانی طلبات داریم که امیدوار هستیم که اینا هم لطف بکنن و این پیسر آیست آیست به مغروضیت ها خورن بدن. گزینه های مختلف به خاطر سهل ساختن جمع‌آوری عواید ما برای از اونا پیشنهاد کردیم. مثلا اگر یک نفر پیسه نداره، به هر عددی که میخواد ما برای از اونا قسط میکنیم این پیسه را و به اقساط از اونا میگیریم که در آینده اونا هم سرشون فشار نبیه و اداره هم بتونه ارائه خدمات بکنه. بسیار خوب. اگر بپردازیم به وضعیتی که شما برش آمادگی دارین، آیا فکر میکنین که شرکت آبرسانی با توجه به چالش هایی که داره در نمی شرایط بحرانی به خاطر ساخت پروژه های زیربنایی و انتقال آب از یک ولایت به ولایت دیگر که برنامه های قبلیتان بود، هنوز هم پا برجاست و این کارا متوقف میشه و یا نه؟
امیدوار هستم که انشالله این پروژه متوقف نشود و نمی شود، به خاطر که ما همونطور که شما اشاره کردیم خوشبختانه جای داره که از رهبری حکومت به خصوص از جلال ما رئیس جمهور ما تقدیر و تشکر بکنیم که اونا بسیار لطف کردن، اداره آبرسانی و حمایت کردن در سالهای اخیر. ای کاش در سالهایی که ما فرصت بسیار خوب از بود اقتصادی و حمایت دنیا و جامعه بین المللی داشتیم، توجه برای آب و آبرسانی میشد که شما شاهد هستیم که متاسفانه نشده است. ما در 4 سال اخیر در حدود 3.5 تا 4 میلیارد افغانی مورد حمایت بودجوی از جانب دولت افغانستان، حکومت افغانستان شدیم که وزارت محترم مالیه پروژه ما را فند کردن. ما 6 پروژه بزرگ مثل فاز اول از سمنگان و لغمان، شهر کابل و دیگه پروژه ها را ما اینا را اکمال کردیم که انشالله در حالت بهره برداری است و 8 پروژه دیگه ما هم هر کدام از که آغازین از اونا که در شبرغان است که از 10% کار از شروع شده تا به 93% هم مثلا پل علم لوگر 93% کار از او پیش رفته. ما تعهد وزارت محترم مالیار داریم، امیدوار هستیم که به او سرحد نکشانه و نمیکشه. حکومت افغانستان به هر صورتش متوجه مردم خود هستند، میفهمند که آب یک اولویت است و همیشه شما شاهد هستین که جناب رئیس جمهور در یک کلام گفته که آب آبروی مملکت است. باور دارم که این پروژه استاپ نمیشه و این پروژه انشالله دوام پیدا خواهد کرد. شاید با در نظر داشت وضعیت قرنطینیه که محدودیت های رفت و آمد و یا کار را ایجاد بکنه، برای مدت زمان ما پروژه را تعطیل بکنیم به خاطر وضعیت کرونا و حفظ سلامتی همکاران خود و حفظ سلامتی مردم خود. اما در غیرش وقتی که وضعیت به حالت نرمال باشد 100% پروژه های ادامه داره و انشالله که مشکل نخواهد داشتیم در قسمت. درست. ظاهرا 2 میلیارد افغانی از شرکت آبرسانی حکومت و مردم بدهکار هستند. اگر بپردازیم به آنچه که برمیگرده به مسئولیت حکومت، آیا قرار است که حکومت حداقل در امی ماه و یا پیشنهاد صورت گرفته که از امی 400 میلیارد افغانی با یک نحو یک تیم واحد ساخته شود تا به این غور بیشتر شود، چون یک نیاز اساسی است و بدون از اون نمیشه زندگی کرد، تا یک ماه در بحث 400 میلیون افغانی شما به مردم چی میگین؟ آیا حکومت خود سپردی پول بر شما؟ ما همونطور که اول هم خدمت شما گفتم که ما وضعیت اقتصادی حکومت بسیار زیاد خوب میفهمیم. در امیال حاضر حکومت افغانستان با در نظر داشته حالاتش که برای همه ما معلوم است و تمام مردم افغانستان معلوم است اگر از حقیقت نگذریم، این حکومت در یک جبهه با کرونا جنگ میکنه، با جبهات مختلف دیگه و مشکلات بسیار زیادی که ما پیش رو داریم در حال درگیری هستیم. تا توان ما باشد ما مزایم حکومت به خاطر پرداخت قرضه یا پول سبسیدی یا چیز برای اداره آبرسانی افغانستان نخواهد شدیم تا امکاناتی که در دسترس ما باشد. اگر نشد، همونطور که خدمت شما اشاره کردم، وزارت محترم مالیه در قبل هم برای ما وعده کردن که ما انمی پیسه طلبات شما را از ادارات حکومتی از وزارتخانه ها میگیریم و برای شما انتقال میدیم. من فکر میکنم که بهترین گزینه و آسانترین گزینه همین خواهد بود، چون به حساب وزارتخانه ها پول پرداخت آبشان رفته و ای که بعضی ادارات و وزارتخانه ها کم لطفی میکنن بزرگوارا را انتقال نمیدن، امیدوار هستم که اونا صدا ما بشنن پیش از اینکه ما از چینل وزارت مالیه وارد قضیه شویم. امیدوار هستم که خود از اونا لطف کنن روان بکنن. ما خواستم... اگر نکردن مطمئنن که از طریق وزارت محترم مالیه اقدام خواهد کردیم و این مشکل را حل خواهد کردیم و مردم را انشالله که به کمبود آب مواجه نمیسازیم. درست. اصل بحثم همین بود جناب یلانی که شرکت ها و ارگان های دولتی که حداقل پاس شده مو پول باید به او پرداخته شد و این مسیر کوتاه‌تر است تا رسیدن به حل مشکل مردم. در رابطه با کارمندان اگر اشاره داشته باشین جناب یلانی که به چه تعداد کارمند در اداره شما کار میکنن و در کنارش آیا به خاطر شیوع ویروس کرونا کاهش یافته تعداد کارمندان تو مایا قرار است کاهش پیدا کنه؟ ما خوشبختانه در اداره آبرسانی افغانستان از 3-4 سال به این سو که ما مسئولیتش داریم، تمام تاکید ما برای بوده که بیشترین کارمندا باید در ولایات و در روی موازی خدماتی کار بکنن، یعنی در بحث تجارتی و در بحث عملیاتی، تا اینکه در ادارات مرکزی باشن. همونطور هم است خوشبختانه که من خدمت شما میتونم بگم که
با بیش از 1,500 کارمندی که اداره ابرسانی افغانستان دارد، 10% از این در مرکز، یعنی در HQ در اداره مرکزی افغانستان کار میکنه و 90% از این، بیش از 90% از این حتی میتونم برای شما بگویم که در ولایت هستند و در خدمت مردم. ما همونطور که اشاره کردم گزینه های مختلف به خاطر تداوم روند خدماتی خواهد داشتیم پیش رو و رویش و بررسی های علمی و تحقیقاتی ما آغاز شده شروع شده است. اما خب گزینه تنقیص کارمندا او آخرین گزینه خواهد بود که از روی ناچاری ما او را روی دست بگیریم، به خاطر از اینکه اکثر کارمندایی که اداره ابرسانی افغانستان داره، این کارمندا در بخش عملیاتی، یعنی در تولید و توزیع آب، در پمپخانه ها، در استیشن های آب تولید، در انتقالات، در این کار میکنن و کم کردن از اینا خودش یک مشکل ایجاد میکنه. اما اگر باز ما خدای نخواسته به سرحد برسیم که این فرایند طولانی شود و هیچ گزینه نباشد، به یقین که در اداره همونطور که تزیید یکی از اصله های اداره هست به خاطر ارائه خدمات، تنقیص هم یکی از گزینه های بعدی است. ما کوشش نهایت خود نایی خود خواهد کردیم و در تمام توان خواهد کوشیدیم که کارمندان ما مسئولیت شغلی داشته باشند، همونطور که سیاست حکومت افغانستان و دولت افغانستان است، و انشالله کارمندان آسیب نبینن از این وضعیت. امیدوار هستم به این سرحد نکشانیم، نرسیم. درست. در رابطه با بدهی مردم و شهروندان اگر بپردازیم که این بدهی از چه زمان تا به حال به ثبت رسیده، 1.5 میلیارد افغانی از چه زمان است؟ آیا در این ماه های نزدیک است و یا از سال های قبل هم است؟ نه خیر، متاسفانه که این بدهی ها از سال های بسیار زیاد متمادی است. از پیش از این که شرکت آبرسانی، بعد از اینکه شرکت آبرسانی افغانستان از سال 88 به این سو از تصدی تبدیل شد به شرکت، از همون زمان دیتا جمع شده رفته است. ما یک مقدار زیادی با راهکارهای مختلف از ولایات تونستیم جمع آوری بکنیم برای به خروج تار و این یکی از اولویت ها ما است و یکی از مسئولیت های اساسی مشترکین است که ای پول باید بپردازن به جانب شرکت آبرسانی، چون از این آب اینا استفاده کردن. خدا نخواسته خودم پول هوایی نیست، ای مشکل نداره و نپرداختن از این از هر بوده که شما فکر کنه مشکل داره. این پیسه از این یک دو سه ماه یا در حداقل در سالهای اخیر نیست، بیش از 10 سال میشه که سر مشتری ها جمع شده رفته به مغروضیت هاشون افزوده. درست. و جناب یلانی، که در اخیر یک جنبندی کلی داشته باشیم که آیا برنامه به خاطر بهبود سیستم آبرسانی در افغانستان روی دست دارین و اگر تطبیق شده چند درصدش تطبیق شده و در کنارش آنچه که برمیگرده به یک نحوی اپدیت شدن سیستم آبرسانی، آیا ما سیستم آبرسانی ما بر روز است؟ موضوع بسیار زیاد تکنیکی و علمی و خوب شما اشاره کردیم. بدون شک اگر ما تا زمانی که یک سیستم مشخص بروز تکنیکی و علمی آبرسانی نداشته باشیم، به صورت پراگنده خدمات خواهد کردیم و پراگندگی نمیتونه که به اصطلاح متضمن تداوم خدمات باشد. ما در 3 سال گذشته یک پلان استراتژی 5 ساله رو برای شرکت ترسیم کردیم و او رو ساختیم. این پلان ما تا ختم سال 1400 خواهد بود و در سال 1400 تا ختم سال 1400 یکی از اولویت ها و اساسات این پلان ما سبز ساختن کل افغانستان، به این معنا که به تمام شهرهای افغانستان که تا حال ارائه خدمات آبرسانی نشده بود و در اونجا نبود آبرسانی، انشالله که برای از اونها ما باید خدمات بکنیم و در کنارش تغییر دادن سیستم های اداری و مدیریتی شرکت یکی از اولویت های اساسی بوده است که ما تا بتونیم که مدیریت مالی خوب داشته باشیم، مدیریت تجارتی خوب داشته باشیم. با فضل و مرامت خداوند در 3 سال اخیر تغییرات بسیار زیاد بنیادی در ساختار اساسی شرکت آمده که از سیستم های دستنویس یا از فرایند های دستنویس امروز ما وارد بهترین و ابدیترین سیستم های مالی مدرن مثل کویک بوکس و امثال از این پروگرام ها شدیم و اینا همه به زحمت کشی همین کارمندا و تیم رهبری شرکت بوده است. امیدوار هستیم که ما بتونیم این فرآیند ادامه بدیم. به یقین که در هر سال با در نظر داشت وضعیت کلی هر واحد، پروژه های جدیدی که ما خوشبختانه در هر ولایت انجام میدیم اونا مشکل نداره، اونا همگی با یک استاندارد معیاری شامل اسناد میشه. اما پروژه های قبلی که
ما نه از اونا اسناد داریم، نه از اونا دیتا داریم، نه از اونا نقشه داریم متاسفانه که در کجام منطقه شهر خط آب تیر شده، در کجا با کدام سایز است. اونا را ما رویش کار میکنیم. فرایند یک کم زر طولانی هست، اما تعهد ما برای مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و برای در مجموع برای مشترکین ما است که انشالله اداره ابرسانی باید یک اداره معیاری به سطح ملی و بین المللی تبدیل شود انشالله. بسیار لطف کردین جناب یلانی. فقط در اخیر از شما میشنویم که توقعتان از شهروندان چی است به خاطر همکاری با شما، و آیا احتمالش است که واقعا مردم با چالش جدی و به خاطر دریافت آب روبروشن و شما نتونین خدمات را کنین حداقل پس از دو ماه با این وضعیت؟ به یقین من فقط خواستم که به این فرصت از مردم شریف و از شهروندای عزیز خود بخصوص از مشترکین آبرسانی افغانستان خواهش بکنم که لطفاً به خاطر تداوم خدمات برای خودشان، اولادشان و فامیلشان صرفی آبرسانی را تحویل بکنن. ما از اونو خواهش میکنیم، کدام امر و یا کدام تاکید نیست داشت. خواهش میکنیم از اونو که صرفی را تحویل بکنن تا ما بتونیم برای خودشان ارائه خدمات بیشتر بکنیم و خدای نخواسته مواجه با مشکلات جدی تری نشویم. بسیار زیاد تشکر جناب حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان که فرصت گذاشتین. تشکر از شما بسیار زیاد. ممنون و سپاس از شما بیننده های گرامی که تا این دم بیننده بحث بودین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.